অ <laughs> Moগt <laughs> رحمان رحیم به نام یگانه هستی بخش عالم سلام همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف نهم روزتان خوش وقتتان بخیر انشالله که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتان خوب خوب خوانده باشید خوب شاگردای خوب در درس جلسه گذشته ما و شما به معرفی قده پانقراس رسیدیم قده پانقراس معرفی کردیم گفتیم شامل دو بخش آندوکرین و اگزوکرین بود که هر کدام از این دو بخش یک چیز خاصی را افراز یا ترشوه میکنه خب مطابق جلسات گذشته ما و شما میدانیم که بخش آندوکرینش باید افرازات یا ترشوهات خود به داخل خون بریزه که ما اونها را هرمون مینامیم و دو نوع هرمون هم در جلسه گذشته برای شما معرفی کردیم هرمون انسولین و گلوکاگون اما امروز ما و شما میخوایم بیاریم و جزیات یا متابولیزم و مکانیزم عمل این دو نوع هورمون بخوانیم و آشنا شویم خب شاگردان خوب از دروس جلسات گذشته جزایر لانگرهانس که به یاد دارید ما برای شما گفتم که جزایر لانگرهانس یک بخشی از قده پانقراس هست یعنی بخش آندوکرین یا در اون ریز قده پانقراس شامل دو بخش است یکی حجرات آلفا و یکی حجرات بتا که چون این دوتا هجرات جدا از یکدیگر در بر روی قده پانقراس قرار داره ما اینها را تحت عنوان جزایر لانگر هانس یاد میکنیم خب امروز هرمونهایی را که از این دو بخش افراز میشه یعنی هورمون انسولین و گلوکاگون خب انسولین قند خون کاهش میده یعنی کاهنده قند خونه و گلوکاگون افزاینده افزاینده قند خون هست خب اگر این قده پانقراس باشه و اینا انسولین باشه ما انسولین گرد نشان میدیم این حجرات هدف باشه خب یک آخذه ای را اینا در سطح قشا دارن که آخزه های انسولینی هست یا گیرنده های انسولین هست این هم قند خون باشه خب از فصل اول فصل گوارش به یاد دارید که قند خون ما و شما چی نام داره؟ آفرین گلوکوز گلوکوز بعد از خوردن غذاها مخصوصا شیرینیجات و هیدرات های کربون که کربوهیدرات هم اونا رو میگیم در داخل خون ما و شما گلوکوز زیاد میشه این گلوکوز اضافی باید توسط حجرات هدف جذب شود و به مقدار انرژی مورد نیاز بدن ما و شما مولکوله های پر انرژی به نام ATP تولید شود اینا همون انرژی هم. در مورد ساختار اینا در سنف 11 و 12 میخوانید خب هر چقدر یعنی اگر ما یک گلوکوز را در دا داخل حجرات هدف شناسایی شود در دا داخل مایتوکندری یا کاندریوزوم وارد شوه 38 عدد ATP یا آدنوزین فوسفات تولید میشه خب ای از چه روش انجام میشه همین انسولین که آمد خود به آخزه هایش رسان حالا دیگه این کلوکوز اجازه ورود پیدا میکنه از قشا چگونه وارد میشه قبلا خواندید یا از راه انتشار انتشار ساده یا انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال و اگر بزرگ باشه آن و اگزوسیتوز که وارد این مواحص نمیشیم پس انسولین کی تشخیص میده که گلوکوز را مصرف شود زمانی که از قده پانقراس بخش آندوکرین افراز شد اینا میایه و آخیزه خودش شناسایی میکنه و یه حجره رو وادار میکنه گلوکوزهای اضافی رو بگیره و انرژی تولید کنه در حالت عادی و در حالت طبیعی یا شرایط طبیعی که ما و شما سالم هستیم مقدار گلوکوز در خون ما و شما اندازه گرفتن محدوده ایش گفته بین 70 تا 110 میلی گرم در دسیلیتر اما ایره دیگه از 90 تا صد هم طبیعی میگیره یعنی زمانی که به صد بالا رفت ما باید احساس خطر کنیم تا 110 هم طبیعیه ولی دیگه لب مرزه خب اگر مقدار خون ما و شما به هفتاد نزدیک میشه یعنی از هشتاد دیگه آی سایز آیسته پایین میاد باز هم ما شما در معرض خطر افت فشار خون هستیم که باز او هم برای خودش یک مبحث بسیار جالب و جدایی هست که انشاءالله خود شما مطالعه بکنید و بخوانید. خب ما و شما ایره میخوانیم که اگر مقدار گلوکوز از همین حد معین در خون ما و شما زیاد شوه انسولین افراز میشه انسولین میایه آخذر شناسایی میکنه گلوکوزهای اضافی را از خون جمع میکنن حالا عکس این قضیه هم اتفاق میفته زمانی که گلوکوز ما گلوکوز خون ما و شما از حد معینی کمتر شوه گلوکاگون افراز میشه گلوکاگون هم میه آخذه خود شناسایی میکنه و سبب تجزیه شدن ذخایر گلوکوز در بدن میشه خب شما قبلا خواندید گلوکوز قند اضافی به صورت گلیکوژن در کبد جگر یا مایچه های ما و شما ذخیره میشه زمانی که او گلوکوز ها از ماهیچه و کبد باید شکسته شد و گلیکوژنا ها گلوکوز ها آزاد کنه احتیاج به دستور گلوکاگون داره که گلوکاگون هم از جزایر لانگرخان سه بخش قده پانگراس آزاد میشه اما دیابت چی است؟ چی میشه که ما میگیم یک فرد مبتلا به قند خون یا بیماری شکر یا دیابت میشه خب ما در کل دو نوع دیابت داریم حالا ما تختر برای شما پاک کنم تا ایدانو دیابت را توضیح بدم. خب شاگردای خوب ما دو نوع دیابت یا بیماری شکر داریم. دیابت نوع یک و دیابت نوع دو. دیابت نوع یک یا مادرزادی و یا در کودکی خود نشان میده یعنی یا یک طفلی که تازه متولد شده از همو ابتدای دیابت داره که به نام دیابت ارسی هم ایره میخوانن. و یا در کودکی خود نشان میده اما در دیابت نوع دو در بزرگ سالی خب که این بزرگ سالی همراه با چاقی تنبلی رژیم غذایی نامناسب غذایی نامناسب خود نشان میده خب ابتدا دیابت نوع یک یا مادرزادی رو بگیم کودکانی هست که مادر اونها هم دچار دیابت هست و این افراد هم به طور مادرزادی دیابت نوع یک میگیرن دیابت نوع یک را کسانی میگیره که همه هورمون انسولین یا هیچ انسولین در بدنشون ساخته نمیشه عدم ساخت انسولین یعنی هیچ انسولین اینا ندارن که گلوکوزای اضافی را جمع کنن و یا آخزه خرابه آخزه یا عمل کرد عمل کرد انسولین مشکل داره یعنی چی؟ یعنی اینا انسولین ندارن بدن اینا انسولین می سازه یا به مقدار کافی نمی سازه یا انسولین ساخته شده نمی تانه آخذة یا گیرنده را شناسایی کنه و یا گیرنده یا آخذه مشکل داره اینها افرادی هستند که خیلی زود دیابت در اونها دیده میشه و اینها تا آخر عمرشان باید انسولین به صورت داروی تزریقی وارد بدنشان بشه خب کسانی که کودکان دیابتی دارن اونا هم یک سری مراقبت ها یا یک سری معلومات ها حتما باید بدانن چرا که خدای نخواسته اگه این کودکان دوچار افت ناگهانی قند خون شود مثلا مقدار انسولین که تجویز میشه و به زیر جلد تزریق میشه را زیاد بزنن او را مقدارش را رعایت نکنن یک دفعه قند خونشون پایین میه و اینا دوچار قش یا بیحالی و بیهسی میشه اما دیابت نوع دو کسانی هستند که در دوره جوانی و کودکی مشکلی ندارند اما زمان عمر اینا که بالا میره یعنی در بزرگسالی که میرسه مخصوصا در کسانی که چاقتر هستند تحرک کمتری داره شغل اینا تاوری است مثلا مانند خیاط ها که در یک جای نشسته هستند و رژیم غذایی نامناسب داره از شیرینیجات برنج از نان و مخصوصا نان گندم و اینا زیاد استفاده میکنه و اینها هم به این معنی نیست که همه ما و شما که در سن بزرگسالی برسیم دیابت را خداینا نخواسته بگیریم نه در کسانی که هم زمینه خانوادگی داره یعنی پدر مادر خواهر برادر یکی از وابستگان درجه یک اونها این بیماری را داشته باشه اینا باید بیشتر مراقب باشند وقتی به بزرگسالی میرسن وزن خود کنترل بکنن تحرک داشته باشن ورزش کنن و رژیم غذایی خود هم متوجه باشن که در این بیماری دچار نشن معمولا اینها را با قرص های کاهنده قند خون هم درمان میشه اما اگر ای به آهسته آهسته دیگه به قرص جواب نده ممکنه در آخر اینها هم مانند دیابتی های نوع یک انسولین را تزریق کنند خب یک موضوع بسیار مهمی هست که این جیمه برای شما باید بگم در رژیم غذایی افراد دیابتی باید چگونه باشم خب کسانی که دیابت میگیرند باید مصرف کربوهیدرات ها یا هیدروکربن ها یا همین شکر نان برنج ماکارانی سیب زمینی یا کچالو اینها را کاهش بدن چرا که همه اینا نشاسته داره و نشاسته اینها در سیستم حازمه ای ما و شما شکسته میشه و تبدیل به گلوکوز میشه از طرفی هم اینا مشکل دارن انسولین کم دارن یا هیچ انسولین ندارن های اضافه اینها جمع نمیشه خب خطراتی را هم برای ای افراد داره من جمله کسانی که دچار دیابت است و دیابتشان کنترل نشوه به مرور زمان گرده ها آسیب میبینه چشم ها آسیب میبینه زخم های بدن اینها به خوب نمیشن حتی ما زخم هایی را داریم که در دا ناحیه پا هست و تبدیل به قانقاریا میشه یعنی زخم سیاه میشه اون موقع دیگه دکتر صاحبا مجبورن یا عضو تا هر جایی که درگیر شده را از بدن جدا کنه یا به اصطلاح قطع کنه خب بهتره که یک پیشگیری به قول معروف از درمان بهتره ما ورزش و تحرک داشته باشیم اما رژیم غذایی ما و شما باید سبزیجات یا ترکاری ها و میوه ها را هم در خود جای بده و تا جایی که میتانیم از غلات کامل استفاده کنیم یعنی نان نانهای سبوسدار همون گندم هایی که پوستشان از اونا جدا نشده چون که اگر از کیک یا نان فانتزی اون که از آرد مغز گندم تهیه میشه اینا دیگه سبوس نداره و خود از اینا به مرور زمان شانس ابتلا به دیابت رو بالا میبره خب کسانی که قند خون یا دیابت میگیرن نباید گرسنه بمانند یعنی چی یعنی هر چقدر اینا چون گلوکوزا توی خون اینها اضافه هست اما مصرف نمیشه بدن اینا پس اینا با احساس گرسنگی مداوم روبرو میشن ممکنه یک عالمه گلوکاگون دیگه آزاد شوه گلوکوزای ذخیره را آزاد کنه و گلوکوز یک دفگی بسیار بالا بره و حتی اقمای دیابتی را ما داریم که حالت کما افراد پیدا میکنه باید تعداد وعده های غذایی زیاد شود. یعنی صبحانه را که خوردن تا غذای ظهر یک میان وعده باشه باز از ظهر تا شام یک میان وعده باشه کم ولی پیوسته اینا باید استفاده کنن اگر در کنار غذای خود برنج را مجبورن و میخورن به کنار از اون نباید نان خشک مصرف کنن یا نباید از کچالو مصرف شود یعنی اگر یک منبع نشاسته را میخورن دیگه منبع های دیگر را باید از رژیم غذای خودشان حذف کنن بهتره تا جایی که میتونه از سبزیجات برگ سبز از کدو بامیه اینا که الحمدلله در کشور ما و شما زیاد هم هست و تازه هم هست استفاده کنن تا به بتونن دیابت خودشان رو کنترل کنن تحت نظر دکتر هم باید باشن پس سه چیز در درمان دیابت مهم است یک رژیم غذایی یکی ورزش و یکی دارو که اگر این سه معیار با هم رعایت شود دیابت کنترل میشه اگر این فقط داروی تنها خورده شود یا فقط پرهیز غذایی باشه این نمیتونه برای فردی که مبتلا به دیابت هست سودمند باشه و عواقب این بیماری هم بسیار خطرناک و طولانی هستش خب شاگردای خوب انشالله که خسته نشدید یک قده اندوکرین دیگه به نام قده پاراتایروئیده یاد میگیریم ما تایروید معرفی کردیم گفتیم به صورت اچ در جلوی گلو یا هنجره قرار داره حالا این قده به نام پارا تایرویده. یعنی چهار برامدگی که در پشت قده تایرویده حالا موقعیتش در این تصویر ای اسلاید نشان دادیم ای خودش قده تایرویده اما ای پارا تایروید چهار برامدگی که به رنگ زرد نشان داده شده و اگه ما تایروئید برداریم به پشت تایروئید قرار داره خب این قده ببینیم که برای ما و شما چه هورمونی را افراز میکنه یا ترشح میکنه یک هورمون از این قده افراز میشه به نام پاراترومون برای که هرمونا را خوب یاد بگیرید شاگردای خوب باید کلمات رمز برای خود شما درست کنید مثلا پارا تایروئید اول نامش پارا داره هرمونش هم اولش پارا داره پاراترومون از پارا تایروئید افراز میشه کار ایچی از کلسیوم خون افزایش میده کدام هورمون بود که کلسیوم خون کاهش میداد کلسیتونین که در جلسه گذشته گفتیم از تیروید ترشوش شد دقت کنید در امتحان کنکور این هورمون ها بیشتر از این لحاظ سوال میشه کدام یکی بالا میبره کدام یکی پایین میاره کدام یکی از کجا افراز میشه اگر کلسیوم خون افزایش پیدا بکنه خب کلسیتونین از تایروئید آزاد میشه و کلسیوم خونه کم میکنه اگر کلسیوم خون کاهش پیدا کنه مانند اینجا پاراترومون از پاراتایروید آزاد میشه خب مکانیسم افزایش کلسیوم خون چگونه هست یعنی پاراترومون چگونه کلسیوم خون را افزایش میده خب ببینیم زمانی که پاراترومون از قدد پاراتایروئید آزاد میشه اینا به خون میریزه به کجاها اثر میذاره یک به استخوانها. ها استخانه های بدن را تجزیه میکنه دو به دندان ها دندان ها را هم همچنین رسوبات کلسیوم از دندان و استخوان جدا میکنه یعنی اگر این هورمون مقدارش تنظیم شده نباشه به طور غیر مستقیم به استخوان های ما و شما هم آسیب میزنه و دیگری با تاثیر بر امعاء کوچک هست جذب ویتامین دی را افزایش میده تا ویتامین دی که افزایش پیدا کنه بتنه کلسیم را هم جذب کنه خون تا کلسیم خون بالا رو. پس کار و نقش پاراترومون برعکس کلسیتونین است خب با یک قده دیگه هم آشنا میشیم به نام قدد فوق کلیه یا آدرنال دو عدد قده ظاهرا چربی شکل است که بر روی قدد فوق کلیه در دو طرف بدن قرار داره خب این قدد فوق کلیه یا آدرنال دو بخش داره یعنی خود قده بخش مرکزی و بخش قشری یا کورتکس داره که از هر کدام اینا هرمون های ویژه ای آزاد میشن مثلا بخش قشری هرمونی بی به نام هرمون کورتیزول خب این کورتیزول هم قند خون را بالا میبره اما نقش اصلی تنظیم گلوکوز خون همو انسولین و گلوکاگون هم. به یک کار فرعی داره خب ببینین هرمون کورتیزول این زمانی میآید و قند خون بالا می بره که اینها دیگه به گلوکوز یا گلیکوژن دسترسی نداره اینها پروتئین های بدن رو تجزیه می و زمانی که پروتئین ها را تجزیه کرد مقداری قند خون بالا می بره شاید شنیده باشید که یک نفری عمل پیوند گرده را انجام میده یا هر جای دیگه از بدن بعد از یک مدتی می یا می که یه عمل پیوند پس زده شده یعنی سیستم دفاعی بدن ای عضو جدید قبول نکرده در این زمان هست که کورتیزول اینجی لازم هست یعنی کورتیزول چون پروتئین های دفاعی بدن تجزیه میکنه سیستم دفاعی را سرکوب میکنه تا ای عضو جدید بپذیره پس کسانی که عمل پیوند انجام میده یکی از قرصا یا داروها و دواهای اونها کورتیزول نام داره برای پذیرفتن ای عضو جدید هست اما کار اصلی قده آدرنال یا قده فوق کلیه ترشوه دو تا هرمون بسیار مهم هست به نام آدرنالین و نورو آدرنالین این دو هرمون دو نام دیگه هم داره آدرنالین یا اپینفرین نورو آدرنالین یا نورو اپینفرین هر دوی اینها را در اصطلاح ما استادا میگیم هرمون های ستیز و گریز یعنی چی؟ یعنی هرمونی که در مواقع خطر آزاد میشه حالا قبل از که بگیم در چه مواقعی ما و شما احساس خطر میکنیم متاسفانه در کتاب شما محل ساخت هرمون نور و آدرنالین را اشتباه نوشته شده و سالهایی که ما منتظریم شاید اصلاح شود اما هنوز اصلاح نشده گفته شده که نورو آدرنالین از بخش قشری است اما این صحت نداره شما خود شما میتونید کتاب های علمی مختلف را بخوانید در گوگل هم سرچ کنید که آدرنالین و نورو آدرنالین هر دو از بخش مرکزی آزاد میشه چرا که بخش قشری کورتیزول میسازه اما هورمون های ستیزوگوریز چه زمانی افراز میشه زمانی که شما به همراه یک دوستتان در یک سرک در حال راه رفتن باشید و بدون اینکه خودتان به اراده خودتان باشه از یک صدای بوق یک موتر یا صدای یک سگ یا یک صدای هولناکی بترسید فرار میکنید خب در این هنگام ضربان قلب شما بالا میره عرق تون تون نفس میکشید و مایچه های شما هم انقباز و انبساط پیدا میکنه و شما را از اون محل دور میکنه همه این تغییرات یعنی تغییراتی که در تنفس در ضربان قلب و مقدار افزایش گلوکوز خون شما هست توسط هرمون های ستیزوگوریز یعنی آدرنال و نور آدرنال انجام میشه حالا با جزیاتش انشالله در سنف دوازده آشنا میشید خب شاگردای خوب رسیدیم به پایان درس امروز انشالله که از این هرمون هایی که امروز خاندید و قده های اندوکرینه که اینها را افراز میکنه آشنا شدید لذت برده باشید خوشتان آمده باشه و انشالله یک جرقی در ذهن شما باشه که خودتان برید و کتاب های علمی را بخوانید و بیشتر با اینها آشنا بشید خب همه شما عزیزان تا جلسه بعد به خدای بزرگ میسپارم درستان فراموش نکنین خدایا رو نگهدار همه شما